یکشنبه هفته جاری مصادف بود با یک سالگی محرومیت دختران دانش آموز در افغانستان که همین مسئله واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. سرپرست معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در یک سالگی محرومیت دختران از آموزش، بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم را شرم‌آور و غم‌انگیز خواند و افزود که حذف مداوم دختران از آموزش هیچ توجیه معتبری ندارد و شبیه آن در هیچ جای جهان نیست. وی تأکید کرده که خطر به حاشیه راندن، خشونت، استثمار و سوء استفاده از دختران را افزایش می‌دهد. در این بیانیه آمده است که امارت اسلامی به وعده‌های مختلف خود مبنی بر بازگشایی مکاتب دخترانه عمل نکرده‌اند. با باور یوناما، محرومیت دختران از آموزش سبب افزایش ناامنی، فقر و بحران‌های دیگر می‌شود. بر علاوه تأکید و خواست شهروندان مبنی بر بازگشایی مکاتب دخترانه، آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز میگوید که امارت اسلامی باید به گونه فوری محدودیت ها بر آموزش دختران را بردارد. آنتونی گوترش در نشست تحول آموزشی که به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شده میافزاید که تمامی مکتب های دختران در افغانستان باید بدون تبعیض باز شوند و به دختران اجازه رفتن به مکتب داده شود. در این نشست نماینده دختران رباتساز افغانستان هم از جامعه جهانی خواست که دختران محروم از آموزش در افغانستان را فراموش نکنند. هرچند امارت اسلامی پیش از این همواره گفته بود که تلاش‌ها برای بازگشایی مکاتب ادامه دارند، اما اکنون از پیشرفت در این باره جزئیات نمی‌دهند. یک سال پیش به تاریخ 27 سنبله مکاتب بر روی پسران باز شد، در حالی که مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم همچنان بر روی دختران دانش آموز بسته ماند. در این مورد بیشتر بحث می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، به برنامه ترجمان سیاسی از راه فردا خوش آمدید. در خدمت شما هستیم. یک سال محرومیت از آموزش و مکتب، دلایل و عوامل این مسئله را بحث و بررسی میکنیم و اینکه چه آثار و پیامدهایی را میتونه در پی داشته باشه. در خدمت آقای دکتر صمیم شمسی هستیم، آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید. ممنون، سلامت باشید. در آغاز میشه بفرمایید که این یک سال محرومیت دختران از کسب دانش، فکر میکنین چه دلایلی میتونه داشته باشه و این مسئله در واقع چه پیامی را میتونه بیرون بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون رای فردا. تشکر. همکاران تکنیکی شما آرزو میدارم صحت و سلامت باشین. طوری که شما در جریان هستین، متاسفانه بستن مکاتب و رانیافتن دختران یا بانوان به مکاتب یک ضربه بسیار کلان برای جامعه افغانستان و برای جامعه اسلامی هست. شما میبینین که هیچ گونه ممانعت شرعی و قانونی در راستای تحصیل، تعلیم برای مرد و زن ممانعت وجود نداشته که گویا مردان یا فرزندان حق تعلیم داره و دختران نداره. خب یک دلایل شده میتونه که اگر امارت اسلامی افغانستان با مشکلات فنی یا تکنیکی اگر مواجه باشه، باید حداقل در جریان یک سال یا کمتر از یک سال مانع تکنیکی را بر می داشته. شما ببینید اگر در یک جامعه یک مرد تحصیل می داشته باشه، یعنی یک نفر تحصیل داره، و اگر یک بانو تحصیل می داشته باشه، خانم خانه تحصیل می داشته باشه، به این معناست که تمام فرزندان و خانواده علاقمند به دانش و تحصیل میشه. یک بخش مثبت تعلیم. و از طرف دیگه شما میبینید نیازمندی های جامعه افغانستان به صورت مجموع کشورهای جهان سوم یا کشورهای عقب مانده مثل افغانستان که در نزدیک به 50 سال نیم قرن جنگ ادامه داشته، مهاجرت ها بوده، سرگردانی ها بوده و انتقال مکان از یک ولایت به ولایت دیگر بوده، بیشتر از اتباع افغانستان متاسفانه تحصیل و تعلیم به او پیمانه ای که نیاز یک جامعه انسانی و اسلامی باشه نداشت. این حال هم اگر هر اندازه ما باز شدن مکاتب دخترانه و بحث کارشان مهمتر از بحث کار بانوان است، هر اندازه ای را به تعویق پرتیم یا ای را به تعلیق پرتیم یا حداقل مانعی از ایشاییم، من فکر میکنم که چند اشتباه را ما مرتکب میشیم. یک،
نقص حقوق انسانی و حقوق فردی اتباع افغانستان زیر سوال میره. اینا از لحاظ قانونی مدنی حق زیستن و تعلیم و تحصیل و کار و شغل داره. بحث دیگه ای است که جامعه به طرف عقب‌گرایی پیش میره. بحث سومی است که خود جامعه افغانستان، مردم افغانستان با مشکل کتر فنی بانوان مواجه میشه. هر اندازه که مکتب تعطیل میشه، تعداد معلم، تعداد دکتر، تعداد نرس و تعداد کارمندانی که در بخش اوناسیا فعالیت میکنن، اینا کم شده میره. وقتی که کم شود، طبعا جامعه دچار مشکل میشه. حالا از یک طرف ما میگیم که محرم، از طرف دیگه ما میگیم باید زنان توسط زنان تعلیم شود، تحصیل یاد بگیرن، زن باید توسط زن معاینه شود، معالجه شود، و از طرف دیگه مانع تعلیم و تحصیل بانوان. این دو هم با هم در تضاد هستند و این تو یک چیز امکان نمیداشته باشه. وقتی که ما یک جامعه مرفع میخواییم، وقتی که ما میخواییم که بانوان خودشان بتانن خود تداوی بکنن و توسط بانو تداوی شود، وقتی که میخواییم مکاتب توسط بانوان و زنان و دختران اداره شود، مدیریت شود، رهبریشان بانوان باشه، خود زمینه تعلیم و تحصیل باید برای زنان مساعد باشه. هر پیمانه ای که زمینه تحصیل برای زیاد تنگ شود یا محدود شود یا بطی باشه، با اونمون پیمانه جامعه افغانستان و مردم افغانستان خصوصا قشر اوناس خودشون آسیب پذیر است. و بحث دیگه ای که مهمتر از این است، مسائل جهانی از این است، مسائل بین‌المللی است. هر اندازه ای که امارت اسلامی افغانستان مانع تعلیم دختران شود، مانع کار بانوان شود و مانع بعضی آزادی های فردی و اجتماعی از اینا شود، بین می پیمانه جامعه جهانی با اینا به سر موضوعات به رسمیت شناختنشان، به سر موضوعات سفرشان در بیرون از افغانستان، در سطحی که باید اینا را از لحاظ اقتصادی تمویل بکنن، از لحاظی که مؤسسات بین‌المللی در افغانستان بیاید، سفارتخانه ها در افغانستان باز شود، کنسولی ها باز شود، اینی پروسه مانع این مسائل میشه که جامعه جهانی هم علاقمندیشان کمتر متاسفانه به مردم افغانستان. درسته آقای دکتر شمسی. خب همین مسدود ماندن درب مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم، تا هنوز ما شما شاهد از این بودیم واکنش های زیادی را به همراه داشته، از گریه خود دختران گرفته تا اعتراضات داخلی تا فشارهای بین المللی و جامعه جهانی. فکر میکنین چرا این واکنش ها و این تلاش ها تا هنوز تاثیرگذار و نتیجه بخش نبوده، نتانسته نتیجه ای را در پی داشته باشه و این مسئله همچنان مبهم و لاینحل باقی بمانه؟ اینا ما بایی که این را پاسخ بتوم، با میدامه صحبت های یک نکتهش مانده بود که جامعه جهانی زمانی که جامعه افغانستان و ملت افغانستان کمک نمی کنه یا در محراق توجهش قرار نمی گیره، خود مردم افغانستان آسیب های زیاده می بینه. همیال بحران اقتصادی چقدر دامنگیری افغانستان است. یک بحث نداشتن سواد است. مسائل احتیاط کاملا برمیگرده به بی‌سوادی و نادانی، یا استرس بانوان، یا فرزند صدها موارد دیگه. بحث تغذیه اطفال که امو مادران اگر تعلیم داشته باشن، تحصیل داشته باشن، طبعا توجه در رژیم غذایی اطفال خود می داشته باشن و بفهمن که باید کدام مواد بیشتر در غذای حداقل اگر امکانات خوبم ندارن ترکیب بکنن تا امو ویتامین مورد نیاز یک کودک بتونه بگیره یا جذب بکنه. یعنی از راه بسیار کلانش است. و از طرف دیگه ای که چرا اینا در این همه واکنشی که دنیا هم واکنش نشان میده و جهان هم میره برای طالبان میکشه که شما احترام به بانوان ندارین، مکاتب باز نمیکنین، حقوق بشر را رعایت نمیکنین، اینا یک عکس العمل مثبت نشان نداده. اویی است که یا تا هنوز میگن که ما نمیگیم مکاتب باز نمیکنیم. درست. ما نمیگیم که مثلا ما مخالفت با تعلیم و تحصیل بانوان داریم. بنا به بعض مشکلاتی که وجود داره باز میشه مکاتب افغانستان، ولی متاسفانه اینا هم تاریخ دقیق و ساعت دقیقش نمیگن که به کدام روز باز میشه. اونم تو که اشاره شد، هر اندازه ای که امروز امارت اسلامی افغانستان در موضوعاتی که او خلاف شریعت اسلامی نباشه و خلاف دین مبین مقدس اسلام نباشه و خلاف عرف و عنعنات جامعه افغانستان نباشه، هر اندازه اگر امارت اسلامی افغانستان به این موضوع
خود گیر بته و این موضوع را چی کنم؟ من فکر میکنم که نه تنها نفرت و انزجار مردم نسبت به اینا در داخل افغانستان زیاد میشه و نفرت دنیا و جامعه جهانی هم نسبت به اینا بیشتر. فکر میکنین چرا حداقل در مورد زمان بازگشایی مکاتب اطلاعات بیرون داده نمیشه؟ یک معلومات مختصره که مردم بفهمن بالاخره از ایت مسدود ماندن تا که ادامه پیدا میکنه، دانش آموزا از سردرگمی خلاص شوه و والدینشان از این نگرانی خلاص شوند. آیا فکر نمیکنین حداقل مردم مستحق دانستن همه قدر اطلاعات از جانب امارت اسلامی هست؟ خب حق اطلاعات در یک جامعه امکان داره که اوجه یک بخشش بخش جامعه دموکراتیک یا دموکراسی باشه که تمام موارد باید آزادانه مطرح شد. در فعلا که ما و شما هستیم، مسائل بحثی که بسیار مسائل ها باید به مردم افغانستان شریک شود یا مردم افغانستان به او دسترسی پیدا بکنه، متاسفانه از بسیار مسائل ما و شما دسترسی ندارد. این حالی که امارت اسلامی افغانستان مسائل با ما و شما شریک نمی سازه، شاید اینا روی موضوع به تفاهم کلی نرسیدن و میگن که اگر این مسائل ما مطرح بکنیم که فرضاً فلان تاریخ باز میشه، اگر در این تاریخ ما باز نتانیم مکاتبه، ممکن با یک واکنش جدی دنیا توانالی هم مشکلات از بازی مشکلات دوچند میشه. طوری که شما دیدین در پکتیا برای یکی دو روز مکاتب باز شد و زمانی دوباره از طرف امارت اسلامی مکاتب مسدود شد با یک تظاهرات و راهپیمایی بسیار جدی بانوان در ولایت پکتیا مواجه شد و بعد نقاط دیگه. این حال ما باید ازرار از این را در نظر بگیریم. اگر اجازه بدن روی ازرار و پیامدهایش بازم مفصل میاییم در خدمت شما هستیم آقای شمس. اگر اجازه بدین در مورد همین استدلال و توجیهات را که امارت اسلامی همواره به خاطر مسدود نگه داشتن در مکاتب اذعان کردن یا یادآوری کردن و روش تاکید هم داشتن، یک سری دلایل و توجیهات را گفتن. مثلا گفتن که ما با کمبود اساتید زن و کمبود امکانات روبرو هستیم و گاهی هم عوامل فرهنگی و نصاب تعلیمی را مطرح کردن. بقید شما این توجیهات و استدلال از طرف امارت اسلامی به خاطر مسدود نگه داشتن در مکاتب چقدر میتونه بجا و قناعت بخش باشه؟ اصلا این موجه نیست. شما میبینیم که افغانستان یک کشور اسلامی هست و قوانینی که در افغانستان در طول تاریخ بوده قوانین اسلامی بوده. هیچ گونه قانون بالاتر یا در اولویت از قانون اسلامی قرار نداشت. نصاب افغانستان هم من فکر میکنم نصاب تعلیمیشان هم در چارچوب قانون اساسی افغانستان که در ماده اول یا دومش مسائلی که هیچ چیز بالاتر از دین اسلام نیست بر اساس همو ساخته شد. ولی بحثی که اگر ما ایره بگویم که بانوان کم است، ما برای شما اطمینان میتونم که در 20 سال بالاترین درس و تعلیم را در افغانستان کردن بانوان بود و هیچ گونه کمبودات ما نمیتونیم. ما در سطوح ماستر، در سطوح لیسانس و در سطوح 12 پاس در افغانستان بانوان بسیار زیادی داریم که بیکار هستن. خب اگر کم است چرا استخدام نمیشه؟ که آگاهی بیتن بر اساس رقابت آزاد صدها زن هزاران زن حاضر هستن برن امتحان رقابتی بیتن و وارد شوند. هر مکتبی که اساتیدشان کمبود هست و را تمویل بکنن و آماده شوند. ما فکر میکنم که شاید بحثای دیگه ای داشته باشه و این دو نقطه ای که شما اشاره کردین، نصاب تعلیمی تا جایی ده که اطفال ما در مکتب بودن درس میخوندن، کتابایشان که ما گاهن میدیدیم ای توی یک چیزی را ما در کتاب نمیافتیم که خلاف دین مبین اسلامی و شریعت قرآن محمدی باشه. دیگه شاید با بعضی مسائلایشان چون کتاب او زمانی که کتابا چاپ میشد بودیجیش از طرف ایالات متحده آمریکا پرداخته میشد، در زمان کشورهای دیگه بودن، اگر یکان نقطه از او که ما متوجه نشده باشیم یا در او زمان اونا اضافه و کم کرده باشه، او را میتونن که از درس نتن بگوین که به معلمین گفته شد و به مدیریت مکتب. فرض میکنم اگر یک چیزی باشه، حالا من نمیخوام که هست یا نیست، اگر یک چیزی باشه در یک کتاب یک بحث باشه که او واقعا در تضاد با دین مبین اسلام باشه،
و باز تکرار میکنیم که چیزی نخواد باشه فرض میگذاریم، اگر میباشه اداره مکتب هست برش دستور داده میشه که فلان صفحه فلان اینمی نقطه را باید به شاگردان آموخته نشود تا اینکه ما حداقل نصاب تعلیمی یا برنامه نو روی دست بگیریم. این حال فرض که اگر همین نصاب تعلیمی امسال هم ساخته نشه، اون پروسیجر تکنیکی امسال هم آماده نشه، یک سال بیشتر بانوان از درس ماندن، سالهای قبل متاسفانه بحث‌های کرونا بودن، یکی دو صنف دختران ارتقا کردن، اینی صدمه بسیار کلان برای برنامه‌های بعدی دخترها است. دخترهایی که صنف 10 و 11 و 12 را به شکل تهدابی و اساسی نمیخوانند، اینا زمانی که وارد پانتون و دانشگاه میشن طبعا بسیار سخت مواجه هستند با نوع درس، چون اینا ایده نخوندن. و بعد زمانی که ما یک 12 پاس بی سواد به جامعه تحویل میتیم، زمانی که ما یک فاکولته پاس بی سواد به جامعه تحویل میتیم، به این معناست که ما جامعه را به طرف ویرانی پیش میبریم. ما باید کادرهای خوب به جامعه خود تحویل. خب اگر همین روند و همین محرومیت و ممنوعیت دختران از آموزش تداوم پیدا بکنه، چه تبعات و تأثیرات را میتونه در پی داشته باشه؟ کما اینکه همچنان واکنش هایی را به همراه داره در هفته جاری در 27 سنبله یک سالگی محرومیت دانش آموزان از کسب علم و دانش بود و خیلی واکنش برانگیز شد و یوناما در کابل شرم‌آور و غم انگیز خوانی مسئله را، فکر میکنین آیا واکنش های شدیدتر را من بعد در قبال داشته باشه؟ خب جدا از این که در اول هم روی موضوع اشاره شد که هر اندازه ای که واکنش های جهانی و بین المللی علیه امارت اسلامی افغانستان زیاد میشه و ما پیمانه ملت افغانستان، مردم افغانستان و خود امارت اسلامی افغانستان آسیب پذیر میشه، به خاطر که ما یک کشوری هستیم که جنگ زیاد را سپری کردیم، نیاز به کمک بشری داریم، نیاز به کمک اقتصادی داریم، نیاز به کمک فرهنگی داریم، نیاز به حتی نیاز به پول و پیسه داریم، به خاطر ترمیم مکاتب، به خاطر شفاخانه ها، برای تقویت پروژه های انکشافی و صدها موارد دیگر، حتی برای کنترل اثار و سایر موارد اگر کمک جهانی نباشه، شما فکر کنین که وضع مالی و وضع خود اثار بسیار خطرناک پیش میره و دفعتاً شما دیدن در روزهای اول که حتی یک دلار بالای چقدر به 1200 و 1300 رسید که عمو قیمت اموال یا مواد ارتزاقی تا هنوز پایان نامد. یعنی رقم گپا باز با وجود میاد که باز وقت از کنترولی امارت اسلامی افغانستان هم خارج میشه و جامعه افغانستان هم نمیتونه که باز این مسائل تحمل بکنه. و برعلاوه از اون مسائلی است که اشاره کردیم و شما در اول روی موضوع صحبت شد که بانوان اگر تحصیل نمیکنه، یعنی یک جامعه که در اون زنان تعلیم نداره، تحصیل نداره، فکر که یک جامعه تاریک هست و این به طرف بدبختی مردم افغانستان به طرف بدبختی سوق داده میشه و بسیار پیامدهای ناگواری را در قبال خود می داشته باشه و طبعا این مسائل باعث از این میشه که باز مردم افغانستان و جمع جامعه جهانی، جمع یوناما و دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و سایر سازمان های جهانی، سازمان های حقوق بشری جهانی در این مورد باز شاید از نظر ما اگر این روند ادامه پیدا بکنه بی تفاوت نمیمانند و تصامیم را در قسمت بازگشایی مکاتب زنان و دختران و قسمت کار بانوان در سطوح‌های مختلف تصمیم خواهد بگیرند. بله آقای شمسی، خب اگر همین ممنوعیت و محرومیت رو برداشته شده و این مشکل مسئله حل شود، چقدر میتونه به خود امارت اسلامی در جهت کسب مشروعیت داخلی و خارجی کمک بکنه؟ خب با این حال ایطور است که با امارت اسلامی افغانستان آدم به صورت مجموع یک قاعده هست که متاسفانه کسانی که به قدرت میرسن، کسانی که موقف در افغانستان میگیرن، اینا توجه کمتری به نظریات صاحب نظران و جامعه افغانستان و جامعه خود میکنن. اگر شما ببینین ما در زمان جمهوریت هم یک منتقد سیاسی بودیم، البته انتقاد ما این نبود که به ما موقف داده شود، به ما چوکی داده شود، چرا ما از کابینه دور هستیم، این مسائل نبود. انتقاد ما این بود که شما باید با امکانات وجود داره، زمینه کار، زمینه اشتغال، زمینه تحصیل، رقابت های آزادی کاری، صدها موارد دیگه، پروژه های خرد و کوچک باید در نظر بگیرید.
ولی متاسفانه حکومت در اون زمان هم توجه به گپای مردم نمیکرد. فکر میکردن این مردم بیکار هستن میرن و تلویزیون و رادیو هم بیکار هست میشینن یک ساعت گپ میزن. در حالی که میگه یک بیننده نظری به عقل یا نظری صد تا وزیر داره. در این مورد باید همین ما مردمی که میایم گپ میزنیم و شما که گپ طرح میکنین پرسان میکنین، ما شما به خاطر بهبودی وضعیت جامعه به خاطر اصلاحات بحث میکنین. پس به این لحاظ باید امارت اسلامی افغانستان به این نقطه متوجه باشه که نظریات مردم برش عرض بگذاره، احترام بگذاره و به اونا گوش کنه. اگر گوش نکنه طبعا پیامت خوب نداره و من فکر میکنم که با مشکلات سخت روبرو میشن که بازو زمان از کنترل خودشان هم شاید خارج شوه و جامعه افغانستان هم نتونه. و آمدیم سر این موضوع که چقدر در مسائل بین المللی تأثیر گذار است، بسیار تأثیر گذار. حالا فعلا بهانه ای که دنیا امارت اسلامی افغانستان به رسمیت نمیشناسه یکی امی بس. یک از عوامل اساسی که شرط اساسی نیست. خب امی را بردارن. حالا امی چی گپ است؟ بگو مکاتب دخترها باز برین درس خود بخونین. ببینن که آیا واقعا بهانه جامعه جهانی امی است؟ بسیار یک تاکتیک سیاسی است. نه حالا خب امی را که انتقاد میکنن فردا باید حکومت هم شمول باشه. فرض میکنیم مکاتب باید باز باشه، تمام مردم سهم داشته باشن، بگیرن خیر سالا و از اقوام دیگه هم در اگر 10 تا 20 تا بسازه، اگر 20 تا 60 تا بسازه، همه اقوام در افغانستان تعلیم دارن، تحصیل دارن، نظر به بک‌گراندشون که آلوده به فساد نباشه، خائن نباشه، وطن فروش نباشه، جاسوس نباشه، همین موارد در نظر گرفته از همین اطبای دیگه افغانستان هم استفاده کنن، این بهانه را هم بردارن از سرای خود و مکاتب هم باز بکنن، این بهانه را هم بردارن و با یگان ضرب و شتمی که در جامعه رخ میده یا دقیق اگر باشه اینا را هم کم بکنن. دفعتن این عکس العمل دنیا نسبت به امارت اسلامی افغانستان ثابت میشه و اون وقت امارت اسلامی افغانستان هم میتونه به مردم خود دلیل قانع کننده بده که برادر ما هموطنانی هستیم، ما مکتب باز کردیم، ما احترام به حقوق بشری کردیم، ما به حسابی که مردم در حکومت این فلان است از تمام قوم گرفتیم، در مسائل مشورتی هم گرفتیم، باز هم دنیا بالای ما بهانه میکنه. باز در این مرحله اینا مشروعیت داخلی پیدا میکنن. از لحاظ سیاسی زمانی که یک نظام طرفدار داخلی داشته باشه اون نیازمند طرفدار بیرونی نیست. مردم افغانستان میگه هیچ ما وابستگی نداریم، با فقر و فاقه زندگی میکنیم، از تو حمایت میکنیم، تو را دوست داریم تو باش. بسیار گپ خوب است. هم یک واکنش خوب داخلی داره، هم یک واکنش بسیار قوی نتیجه خارجی داره. در کل میتونه نتیجه مثبتی در پی داشته باشه. خب به هر حال یک سال از محرومیت از همین مسئله بسته ماندن مکاتب گذشت. با توجه به وضعیت فعلی و شرایط موجود، دورنمای این وضعیت را شما چگونه میبینین آقای دکتر شمسی؟ آیا فکر میکنین این محدودیت ها و ممنوعیت ها برداشته خواهد شد؟ امی یکو خلاص به شما میگم از طریق شما به امارت اسلامی افغانستان میگم توکل ما به خدا که هر اندازه اگر ما خود به معیارهای جهانی و معیارهای بین المللی و به میثاقهای بین المللی مسائل حقوق بشری، مسائل احترام فردی جامعه، مسائل حقوق مدنیت با افغانستان احترام نگذاریم، مکاتب باز نکنیم، به زنان احترام نگذاریم، من فکر میکنم باز این رقم حکومت کردن که او هم به خواسته های مردم پاسخگو نباشه، هم به خواسته های جامعه جهانی پاسخگو نباشه، هم به خواسته های مشروع بانوان پاسخگو نباشه، باز در این صورت دیگه او حکومت اونقدر حکومت مزه‌دار نیست. شاید مردم باشه قدرشان ولی مزه نمید. در اوایل هفته جاری مصادف با همین یک سالگی این محرومیت از مکاتب، ما شما شاهد ازی بودیم که سرپرست یونما در افغانستان و خود دبیر کل سازمان ملل متحد هم در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که این مسئله را غم انگیز و شرم‌آور خواند و تاکید بر این کرد که دانش آموزان باید برن مکتب درس بخوانند و بدون تبعیض اجازه رفتن به مکاتب برای از اونا باید داده شوه. فکر نمی‌کنید که این مسئله به ما شما برمی‌خوره؟ چرا که دین مقدس اسلام از همه کرده زودتر روی این مسئله آموزش بدون قید زدن تاکید و اصرار و سفارش کرده؟ شما ببینین که اولین فرمان خداوند، چون من ملا نیستم کاری اگر خراب نشده از پیش من،
و پیامبر بزرگ اسلام امو آیه اقرا اسم را بکل نزی خلق بله اینه می که یک چیز آمد که بخوان یعنی با خواندن دین اسلام خاص شد و پیامبر بزرگ اسلام در زمان جنگ ها او سرایی را که می گرفتند بر از اونا هدایت می دادن که هر اسیر اگر یکی از مسلمان ها را سواد یاد بته آموختن علم و دانش یاد بته اونا جرمشان بخشیده می شه رهان آزاد می شه بله و بحث دیگی که طلب العلم فریضتون الا کل مسلمه و مسلمه که یک فرمایش حضرت پیامبر است یا اطلب العلم من المهد الى اللحد که بحث دیگی است که شما از گهواره تا گوره درس بخوانیم و یک عربی دیگه هم است که میگه شما علم بیاموزین ولو در دورترین نقطه باشد و پیام حضرت علی رضی الله تعالی عنه و علیه السلام است که میگه من علمنا حرف فقط سیرنی عبدا کسی یک حرف به من میاموزانه یا به من یاد میده یعنی من بنده از اوستم یا بنده به این معنا که یعنی من شاگرد از اوی با او احترام دارم پس این تو معلوم میشه که مشکل دین و مذهب نیستن مشکل اساسی امارت اسلامی افغانستان شاید مشکل تکنیکی باشه که آهسته آهسته اینا را اینا میتونن بردارن و انشالله حتما من مطمئن هستم که امارت اسلامی افغانستان هم نمیخواه که یک حکومتی داشته باشه که دو دخترها درس نخواند چرا دخترهای خودشان هم هست بانوان خودشان هم هست اینا هم نیاز به این داره که خانوادهایشان تحصیل بکنن تعلیم بکنن وقتی جامعه اسلامی باشه دیگه هیچ مانعی نیست دیگه کلگی میتونه بره درس خود بخونه به عنوان جنبندی بحث سرانجام راهکارهای اساسی به خاطر حل این مشکل چی هست چه میتونه باشد تا دیگر شاهد واکنش جامعه جهانی و مردم هم نباشیم و شاهد نگرانی و محرومیت و ممنوعیت دختران هم نباشیم خب یک دفعه اینا یک گردهمایی داشتن در هتل اینترکانتینتال ماهای قبل اگر اینا یک تعداد یک جلسه علما به سطح کابل و ولایت افغانستان از هر ولایت یک دو تا عالم دینه بخواهند و در مورد همین مسائل که ما مکاتب اگر با این همین شرایطی که با این کتاب این همین مسائل وجود داره یا بحث نصاب هست اگر ما باز بکنیم چی گپ است طبعا من مطمئن هستم که علمای افغانستان یک نظر میده زمانی که نظر دادن اینمی رفع مسئولیت برای امارت اسلامی افغانستان هم میشه و یک راه یک نوع مشروعیت تقریبا ملی هم پیدا میکنن که بنا به مشوره عالمان دینی افغانستان که خود امارت اسلامی افغانستان هم اکثرشون عالم دین هستن مکاتب باز شود در غیر از او که اگر مکتب بسته باشه مکاتب بسته باشه بانوانی که شوهر ندارن بانوانی که ناناور خانواده های خود هستن اینا از کار محروم شود ما بیشتر با بحران اقتصادی مواجه میشیم زمانی که جامعه بیشتر با بحران اقتصادی مواجه شد امارت اسلامی افغانستان مسئولیت زیاد میشه جنجال زیاد میشه و به خاطر رفع جنجال خود و به خاطر آبادی و مرفع بودن یک جامعه نیاز مبرم تعلیم است تحصیل است و اسلام هم حرف اولش است خود از اینا هم حرف اولشان است حالا امیال میگن که باید زنان توسط زنان معالجه شود خب وقتی که ما نگذاریم که یک دکتر داشته باشیم نرس داشته باشیم چطور میشه واقعا ما در 20 سال قبل 25 سال قبل بسیار شدید با کمبود پرسنل یا استاف زنانه مواجه بودیم ما خودم دکتر جراحی بودم بسیار وقت ما به خاطر حتی فولیکتی تر تطبیق فولیکتی تر با بانوان متاسفانه مشکل داشتیم حتی نداشتیم افراد متخصص و این نرس ها سطحشان کم بودن ولی حال فضل خداوند خوب هستن زیاد هستن اینا هم بیشتر شون بیشتر تر شون یک جامعه 40 میلیونی نیاز به این داره که 100% پولشون تحصیل داشتم بله تشکر خیلی ممنونیم از حضور شما آقای دکتر صبر صمیم شمسی آگاه مسائل سیاسی و همه شما بینندگان و مخاطبان عزیز و ارجمند هم سپاسگزاریم که تا پایان این بحث و این برنامه با ما همراه بودیم وقتتان خوش خدا نگهدار